خب حالا که راجب سرعت فیلترها ترانزیشن ها و خیلی چیزهای دیگه اطلاعات به دست آوردیم میتونیم این دو تا قسمت رو توی فاینال کات کاربردش رو هم ببینیم اولین عنوانی که شما اینجا میبینید شو اورلیز که یک بار هم با هم دیدیم اگر شما این در واقع اورلیز رو آن یا آف بکنید میتونید از توی خود تایم لاین لول صداتون رو بالا یا پایین ببرید یا میزان قلزت تصویرتون رو بالا و پایین ببرید در واقع همون اپاسیتی برای این کار شما این تاگل رو آن میکنید ابزار سلکتتون رو میتونید انتخاب کنید یا ابزار پنتون رو کن که دوست داشتید و به طور مثال من میام روی این خط و یه مقدار بزرگتر میکنم تایم تا لاین رو تا شما بهتر ببینید و هر جا که حس کردم که دوست دارم و میخوام میتونم من این روی این خط با نگه داشتن Alt که در واقع ابزار انتخاب من رو به پن تبدیل میکنه یه کی ایجاد بکنم و اینجا هم یه کی دیگه بزنم و در واقع یه فید ایجاد بکنم که شما metal. ایجاد میشه جل. یا این همین حالت برای صدا هم وجود داره با نگه داشتن Alt من دو تا کی میزنم و یک فید صوتی ایجاد میکنم اما از اونجایی که صدای ما اینجا استریوه و دو تا کانال صداست و میخوام همزمان روی هر جفتش کار بکنم شما همونطور که اینجاییدید فقط روی یه دونه کانال این اتفاق انجام شد و اعمال شد اگر میخواید روی دو تا کانال مجزا کار بکنید روی دو تا کانال صوتی البته منظورم هست شما اینجا بیاید. به منوی مادیفای و استریو پی رو خاموش کنید اگر میخواهید روی هر دو به صورت همزمان کار بکنید به طور مثال اگر روی این یکی ایجاد میکنید روی اون یکی هم ایجاد بشه یا به طور مثال اگر کی این یکی رو جابجا میکنید روی اون یکی هم جابجا بشه دو تا کانال صوتی رو انتخاب بکنید و استریو پیر رو آن بکنید یا در واقع روشنش کنید طور که توی یکی از درس‌های قبلی هم گفتم این دو تا فلش نشون میده که این دوتا فایل صوتی الان با هم پیر هستن و با هم کار میکنن عنوان بعدی در واقع کی فریم های شماست اگر شما روی این تصویر کی فریم داشته باشید میتونید با روشن و خاموش کردن این عنوان بهش دسترسی پیدا بکنید و کی فریم هاتون رو از همینجا جابجا بکنید به طور مثال من ممکنه روی این کلیپ یه فیلتر مثلا برایتنس کنتراست بخوام ایجاد بکنم و توی اول کلیپ اینجاها مثلا برایتنس تصویر بیشتر باشه و کنتراستش هم همینطور شاید اینطوری بهتر باشه من کی میزنم برای هر دوتاش و اینجای کلیپ کنتراست خیلی بیشتر شده باشه و برایتنس خیلی کمتر شده باشه که بیشتر حس شب رو بده همینطور که شما اینجا میبینید اما اگر بخوام به کی فریم هم روی خود کلیپ دسترسی پیدا بکنم میتونم با رایت کلیک کردن روش ببخشید رو رایت کلیک کردن این قسمت خاکستری پایین و مثلا همونطور که شما اینجا میبینید برایتنس کانترست عین همون اسم فیلتر من رو اینجا نوشته و به کی فریم های برایتنس هم دسترسی داشته باشم یا به کنتراست و به طور مثال اینها رو از همینجا کم یا زیاد بکنم شما میبینید خیلی زیاد شد برایتنس من یه نکته که در مورد کار کردن با کی فریم روی تایم لاین وجود داره و خیلی خیلی دونستنش میتونه به شما کمک بکنه اینه یعنی که شما اگر روی هر کدوم از این کی ها به جای اینکه کلیک و درگ بکنید اگر شما کلیک و کامند درگ بکنید خیلی کمتر با و با دقت خیلی بیشتری جابجا میشه توی شرایط عادی اگر من وقتی اینو جابجا میکنم 20 تا 20 تا جابجا میشه وقتی کامند رو نگه دارم دونه دونه جابجا جا, جا میشه شما میبینید 78 79 80 و برعکسش اگر شیفت رو نگه دارید تا دار جابجا بکنید خیلی زیادتر از شرایط عادی هم جابجا میشه من اگر اینجا خوشم میاد از برایتنس هم میتونم برم سراغ کنتراست و مثلا اینجا کنتراست رو کمتر بکنم یا بیشتر بکنم یه متغیر هم شما اینجا در واقع دارید توی شرایط عادی که نشان دهنده سرعت شماست من الان اینجا آفش کردم اگر شما بخواید به تنظیمات این دو تا قسمت دسترسی داشته باشید همونطور که توی قسمت های قبلی دیدیم باید بیایید به سیکونس سیتینگ و تایم لاین آپشنز این آپشن هایی که در واقع شما اینجا میبینید همون چیزهایی هستند که این دوتا تاگل آن یا آفش می کی فریم های شما در واقع این تاگل شما الان اینجا سرعت کلیپ شما رو نشون نمیده من اگر روشنش بکنم شما می بینید که نمای نمایه سرعت من هم این زیر ظاهر میشه اما این نمایه سرعت به چه شکل هست اگر ما فواصل بیشتری بین این فریم ها ببینیم مشخصه که سرعت کمتر یا فواصل کمتر نشان دهنده اینه که سرعت بیشتر شده میدونم یه مقدار این توضیح شاید عجیب و غریب باشه ولی الان با هم تصویر بهتری ازش میبینیم به طور مثال ممکنه من بخوام از اینجا البته اجازه بدید من اول این فیلتر رایت دست کنتراست رو حذف بکنم از اینجا تا اینجا رو من ممکنه بخوام خیلی سریع بیام و این یه رو خیلی اسلو بمونم من میتونم این ابزار رو از توی تول انتخاب بکنم که ابزار تایم ریمپینگ هم هست روی این فریم کلیک بکنم و این فریم رو به چپ یا راست منتقل کنم همونطور که الان شما میبینید این قسمت خیلی فواصل فریم زیادتر هست طبیعتاً اسلوتره و توی این قسمت فواصل کمتره یعنی فستتره الان شاید خیلی واضح تر بشه تاثیرش با هم میبینیم یه بار خیلی اسلو شد اگر بخوام من میتونم حتی باز هم این شدت رو بیشتر کنم و خاطر تیک دوربین خیلی بد شد این اتفاق اگر شما احیانا خواستید تغییرات سرعتتون رو به شکل اولیه برگردونید روی کلیپ دوبار کلیک میکنید دابل کلیک میکنید ببخشید به موشن میایید تایم ریمپینگ و عینا همون طور که توی قسمت تایم ریمپینگ براتون توضیح دادم این ابزار دقیقا همون کاری رو میکنه که ما توی قسمت تایم ریمپینگ دستی انجام دادیم یعنی یک کی فریم تصویری ایجاد میکنه و اون رو جابجا جا میکنه اگر شما از این عنوان خوشتون نیامد میتونید زد رو بزنید و همونطور که شما میبینید فریم هاتون یک نواخت میشن آخرین عنوانی که توی این قسمت کلیپ تایم لاین آپشنز با هم میبینیم چیزیه که برای کسانی که کار سینک یا در واقع کاری میکنن که به صوت وابسته است توی لاینشون خیلی خیلی مهمه شو آدیو ویف فورمز با خاموش و روشن کردن این آیکون شما میتونید ویف فرم هاتون رو روشن یا خاموش بکنید یا میتونید سیکوینس ستینگ تایملاین آپشنز و آدیو ویف فورمتون رو از اینجا خاموش یا روشن بکنید